حالا میخوام بازیگری ها بهتون نشون بدم. بفرم. همه چی از 2 سال پیش شروع شد. من و فرشته دانشجو بودیم. اون مدیریت میخوند، من حقوق. از وقارش، از شخصیتش، از خانم بودنش خوشم میومد. جالبه. ادامه بده. آره جالبه. خیلی هم جالبه. چون خانواده منم دقیقا مثل شما اصلا حرف آدم رو قبول ندارن. مجبور شدم با اصرار، با التماس برم خواستگاری اون دختر. تا اینکه سلام به فرشته عزیز. فقط یه فریب اشتباه رفتم. قهری الان میخوای آشتی باشم؟ اومدیم امروز با هم باشیم. تو کی میخوای درست شی؟ دیروز. اه دیروز؟ باشه پس دیروزم بیا دنبال من. من مردی که تو گذشتش مونده نمیخوام تو زندگی بمونم. جانا مانی جان سلام، قربانت، مرسی. کی هست تولدش؟ باشه باشه میام حتما حتما. دلیل جدایی جدا کردن از آقای سیاهش فهمیدی چی بوده؟ شخصی. شخصی برای شما یا برای ایشون؟ هر دو. میدونی که ایشون متهم ردیف اول هم اونم به خاطر شرایطی که شما به وجود آوردین. یعنی اینجایی که هر کسی بخواد از کسی دیگه جدا بشه یه قانون واسه اینکه آدم بود باشه. قانون نیست خانم، دلیله. منظورتون اینه که همه این شرایط رو من به وجود آوردم؟ من قاضی نیستم، تو جایگاه قضاوتم نیستم. یه قتل اتفاق افتاده، منم داغ دارم. بله. پس بهتر عاملش رو پیدا کنید. تو واقعیت اینه که شما بفرمایید چرا وقتی از سیاوش جدا شدین با نیما آشنا شدین؟ حتی که شخصی نیست. آقا رو سلام محمد، مگه دیر رسیدم؟ فکر کنم طبق معمول با تأخیر. سپیدی جان عذرخواهی میکنم، سر کار بودم. ای بابا سپیده. شما که اخلاق اینو میدونی چرا به این زنگ میزنید بیاد؟ من که عذرخواهی کردم بزا جان، بچه ها ببخش، عذرخواهی میکنم باز. آدم گدام این همه حدا. از ما خجالت نمیکشی، از استاد خجالت بکش. مگه استاد اومده؟ احبه آقا نیما با حرکات نمایشی تشریف آوردن. اه نیما مانا بدوی داشت نیما. تو رستوران میزبان اصلی کی بود؟ اوف حال کرده چیزی بایی سالا ترکیدی ما یه تو راه دیگه. نه من دارم درشه باشم.
بچه میگم تا دیگه نشده دیگه بریم. موافق استاد؟ آره اتفاقا به شب میخوریم. خیلی خوبه که از زودتر حرکت کنیم. ولی من میگم بریم. درد نکنه. بریم آقا باشه. هیچکی دست تو جیبش نمیکنه. هیچکی مهمون عزیز. بچه ها خیلی خوش اومدید اینجا رو متعلق به خودتون بدونید. آقا هر کی خواست عکس بگیره با ذکر منبع میگیره، میگه با آقا نیما اینا. بله برو متهم بیا تو. چرا اینجوری شد بابا؟ اینو بعد از شما پرسید. از من؟ من تقاص کدوم کارو نکردم و دارم پس میدم بابا؟ یا تقاص کارهای شما؟ توی بازداشتگاه وقتی به تنهاییام فکر میکردم شما کدوم حکم نابجایی رو قضاوت کردین که وضعیت منم همینه؟ این اتفاق بابا جون میتونست برای هر کس دیگه ای هم بیفته. چرا فقط برای من بابا؟ ماشمون از بر رو خیلی کشیدن، ولی فقط نوبت من شد گلوله شلیک شد. اونایی که نمیتونن باهات برابری کنن بهت حسادت میکنن. حسادت چیه بابا؟ تک تک آدمایی که اون بیرون واسدن منو کردن سیبل خودشون، منتظرن ببینن پسر قاضی فهیمی چجوری پرپر میشه، میخوره زمین یا میره بالا، اونم به واسطه تناب دار. بابا من جرمی نکردم، مستحق این اتفاقا نیستم. سیاوش حرمت نگرد پسر. سرهنگ بذار راحت حرفشو بزنی، شاید دیگه فرصت نشه که با من صحبت کنه. آره راست میگه، شاید دیگه بابا فرصت نشه منو تو اینجوری بشینیم رو برای هم دیگه. من دیگه الان سیاوش نیستم، یه متهمم، متهم ردیف اول، قاتل. بابا الان باید قضاوت کنی. بسه، کافیه دیگه. جناب سرنگ دارم زمین رو نگاه میکنم و حرف میزنم، حرف من مثل بغض دم گریه میمونه. هر جایی از این بازداشتگاه رو که نگاه میکنم انگار چشمای نیماست. چشمای نیما اون روز کاسه خون بود، انگار میخواست یه چیزی بهم بگه. نیما همیشه پر از انرژی بود، ولی بابا اون روز مثل کوه یخ. بابا کجای قضاوتات غلط بوده که الان وضعیت من اینه؟ من خودم یه مجنون نیمه جونم بابا جون، میبینی که. میدونی استاد خیلی سخته وقتی یکی دلتو شکسته بعد بخوای دوباره ببخشیش. محمد جان وقتی به سن من برسی همه رو میبخشی، میدونی چرا؟ برای اینکه دوست داری ببخشنت. پس تا الان فرصت داری بخشیدن رو یاد بگیر. نمیتونم استاد، نمیتونم. درست وقتی که این همه بهش احتیاج داشتم پشتمو خالی کرد. قرار بود چی ببری با؟ بله کاپیتان، امانتی رو میارم. امشب بیتره کنیم اساسی آتش بازی، 11:30 شب ارسال شده توسط مانی. اون مربوط به چیز دیگه بود. چه چیزی؟ قرار بود برای مانی یه تفنگ بادی بگیرم. چرا مخفی کاری مثل بچه آدم میبرد؟ جامسگ شما میخواید دستی دستی منو قاتل کنی؟ ببخشید. خب قرار بود بچه ها رو سورپرایز کنیم. من چه میدونم چرا نیما یهو یه دفعه همه چی رو به هم زد، اسلحه رو کرد. این بچه بازی چی آخه من نمیدونم. برنامه‌تون چی بود؟ مردم آزاری، همه منو میشناسن. به هر حال خاطر این پیامایی که مظنون شناخته میشی. و تو پایان تحقیقات نباید از تهران بری بیرون. بعدی عکس سمیرا، بعد مسافرت بازی در میاره. بهش درش نره. تنها کسی که باعث تو این نیما اینقدر حرف میزنی. نزن آقا نزن. فرشته، سیاوش، سپیده، نیما، بهزاد، مانی، محمد، حله. بریم بریم بریم. اصلا نه 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 خسته شدیم؟ نه فقط یکم سرگیجه دارم. الان تمام میشه. سیا بیا. کجا؟ بیا بریم بازی دیگه. حال ندارم بشه. بیا خودتو لوس نکن. مدی پاشو. استاد شما هم بیاین. زانوام دیگه یاری نمیکنه. استاد چه اینا کاپیتان تیم ملی بودی؟ واقعیتش پسرم دیگه نمیتونم. استاد بیا بازی کن. بیا مراحتتو میکنم. بیا
محمد تو چی؟ نکنه تو هم جایی در میکنی؟ بچه بیان خانم چی میخوریم بگم براتون بیارن؟ همیشه چی میخورم؟ قهوه؟ وقتی میدونی چرا میپرسی؟ روز به روز داره حالت بدتر میشه ها. نگین که من آورد اینجا نصیحتم کنی. نه نمیخوام نصیحتت کنم. فقط میخوام چند تا برگه نشونت بدم که چیزایی که سری قبلی یاد رفته بود الان یادت بیاد قشنگ بگی. اینا رو بابات در اختیار ما گذاشته. قراردادایی که تو دو سال گذشته تو به یه نحوی باهاشون در ارتباط بودی. سلام عزیزم خوبی؟ نه اینجا هیچ که کارشو درست انجام نمیده. سلام بده من میگیرم. چی میخوای؟ به تو چه؟ من قصد فضولی نداشتم فقط خواستم بهت بگم که من دارم میرم دنبال نیما، از اونجا هم با هم میریم دنبال فرشته. مراقب خودت باش. به سلامت. چند سال واسه پدر نیما کار کردی؟ سال؟ نه با من خونه زادشون بودم، مثل بچه خودشون میموندم، عزیز کرده شون بودم. اینجا که میبینیم باغ نبود که، اینجا بر بیابون بود. من پدرم در اومد اینجوری شد، دیواراش گلی، بوته هاش گلی. آفرین. شاعرم که هستی؟ مصنوعیه. دست نزن شاعر. نه حرفم رو قطع میکنی حال میشم چی بگم. ببین توالت عادی حرف زدنم همجوری واسم سخته، چه برسه به اینکه بیارنم تو کلانتری یه سرنگ تو چشام نگاه کنه بهم چایی بده. من سرنگ نیستم، اینجا هم کلانتری نیست. چاییت هم که خوردی پس حرف بزن دیگه. مونده یه ذره بقیهش هم بخور حرف بزن. باش. کجا بودی؟ چی میگفتم؟ دیواراش گلی، بوته هاش گلی. اون که مالی یه ساعت پیش بود. الان چی میخواستم بگم؟ اونجوری نگاه نکن هول میشم دوباره به خدا یادم میره. ببین من دیر فهمم ولی کج فهم نیستم. حالیم میشه صبر کنی. تو خیلی خوشت نمیومد نیما اونجا رفت آمد میکرد نه؟ مادر بزرگم همیشه میگفت از چه چیزا بترس. یه چیزی تو کله شونه که تو حالیت نمیشه. نیما بچه خوبی بود. اهل پارتی و برو بیا. رفیق باز بود، رفیق باز، کلی رفیق داشت. واسه رفیق جون میداد، سر میداد. اینا بود که خراب رفیقه. من بازی نمیتونم بکنم، من اینو ندارم. بیا نداره بابا بازی کنم. برو به ازاد برو بیا رو تو. بیا بیا رو تو. برو برو بچه 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 های بابا مثل همیشه گند بزن به برنامه های ما. راجب سرایدار، ابراهیم سرایدار تو باغ، راجب اون حرف بزن. یعنی چی؟ مشکوک نبود، عجیب غریب نبود، کار خاصی نکرد. مشکوک که نه، ولی یه جور عجیب و غریبی بود. یعنی چی؟ همش چرت و پرت میگفت. محمد تو چرا اینجا نشستی؟ هیچ. باشه برو، برو با بچه ها بازی کن. حوصله هیچ کدومشون رو ندارم. یعنی چی حوصله ندارم؟ حوصلهشون رو ندارم دیگه. اینجوری آره. که تو بخواهید میکنی دو روز قنبات میگیری یا گفته باشم؟ آره بهتر. پاشو محمد پاشو، این سرایی داره واقعبونه، صداش کن بیاد کارش دارم. چی کارش داری؟ بگو خودم انجام میدم. کارش دارم کدوم؟ همین که یه خورده خلوچله خلوزه. خلوچل نیست اون، او خودشو میزنه به خلوزی. آقا ابراهیم، آقا ابراهیم چیه؟ چی شده؟ وای اینا رو نگاه، اینا اتفاقا به من میاد. چیه؟ چی با من نگران این محمدم؟ خب ما که نمیتونیم بهش کمک کنیم، خودش بعد از پس مشکلاتش بر بیاد. همش میره یه گوشه میشینه کز میکنه، میره تو خودش. با بچه هم کاری نداره. دلش کنین آقا ابراهیم، بگو بیا زودتر این میزو بشینه بریم. آقا ابراهیم، آقا ابراهیم، صد بار بعد صداش کنم. آقای ابراهیم من دیوانه شدم. اون بره باغ میگن آقا ابراهیم، این بره باغ میگن آقا ابراهیم، شما میگی آقا ابراهیم. بیا کمک کن میز آقا رو بچینی. میز آقا رو؟ میز تولد رو میگی؟ بله. بیرون. بله. راه نره خانم، برین تو. برین تو، من عصبی نکن. آقا ابراهیم من دارم میگم.
کی داره بهت میگه؟ من داره میگه، میگه بیرون نمیشه. چرا نمیشه؟ تاریک که بشه اینجا خوف داره. نگاه کن اینو بهش صدا ندی. من میترسم، شما نمیترسی. آقا بره، من میگم بهت. شما یه جوری میگه من میگم، انگار کی میگه؟ خانومم بگه نمیشه. بابا این خودش خانوم خونه است. خانوم. شما چرا از اول نمیگی گیر آدم؟ خب حالا که فهمید آقا. اینو بچینی؟ آره، کمک کن اینجا رو بشینیم. باشو. نکن من بدم میاد. نکن. بیا باد کنک بازی. با اینکه هنوز نرسیده ولی خوش عطره. بیا میوه باقی خودتو دارم به خودت میدم. جالبه نه؟ بیا دلت خوشه. از بیرون مردمو میسوزونم، از درون خود. چیزی نشد؟ نه گلدون شکست. خب خدا رو شد. آقا ابراهیم، آقا ابراهیم، هیچ وقت من اینجا ناجی همه تون چی شده؟ فدا سرتون که شکر برو که نه خودت هیچی نشد؟ نه گلدون فدا سر. فقط کار ما رو زیاد میکنین دیگه، میزنیم هیچ کنیم ما جمع کنیم. حالا با اینکه کار ما رو زیاد کردی ولی خدا شکر خودت هیچی نشد. حالا چی چه نمیگن افتاد؟ خسته شد. آخره نگفتی به کی مشکوکی؟ مشکوک؟ ما همه با هم رفیق بودیم. رفیق بودیم؟ سیاوش، سمیرا، فرشته، اون یکی چی بود؟ نیما. اینا چرا اومده بودن؟ گفتی گذشته تلخی داشتن با هم که. دایی جان قضاوت کار شماست. اه من نگفتم دایی تو خونه است؟ اینجا دایی جان تعطیل، قضاوت کار قاضیه. من چه فقط بازجوام، یعنی همین. یعنی الان قاضی میتونه
قضاوت کنه که بله بر اساس شواهد مدارک گفته های شما اعترافاتتون ایشون تصمیم میگیره حکم صادر میکنه. قاضی اصلی هم خداست. تمام. عاشقت هم داشتیم. داشتیم. بیا بزن بزن. خب دوستان. تنگارم بده. دوستان. بیا بزن. آقا. میخوام یه خبری رو بدم. آقا من کلاس هست. که مطمئن باشید. داداش من ها. خفه شو. که مطمئن باشید. اگر به گوش جهانیان برسه روی این کره خاکی هیچ کی آروم و قرار نخواهد داشت. آه بنا ببینیم چی میخوای بگی؟ موضوع خالی بندی بنا چیه؟ باید بگی آقا بفرما امر کن بفرما آقا آفرین خالی بندی ها داداش من ها ببین همش اعمال نظر میکنه گر صبر کنی ز آدم یه لاغبای لاعبالی مثل تو متأهل سازن. خب واسه این که این خبر خوبو به همه تون بدم لطفاً یه بادکنک بتره کنید. اونو بهتره. خب چه رنگی بود؟ سبز. سبز. نه رنگ مورد علاقه من نیست. یه رنگ لاولی تر مثلا تو مایوه قرمزی صورتی بلایی پرسپولیسی رمانتی ماری کلا. خب به یمن ترکیدن این بادکنک دردرن آقا ما توقع نداریم از شما. خب گوش کنید قشنگ. ای بانوی من، ای بانوی زیبارو، ای فرشته خانم، دوست دارم این حلقه رو که حلقه غلامی من نسبت به شماست رو پذیرا باشید. باشد که با تعهدی که نسبت به هم خواهیم داشت رستگار شویم و کور شود چشم دشمنانمون انشالله عینکی و باباغوری شود. از من میخواین که من چی بهتون بگم؟ هر دختری میتونه به هر کسی که دوست داره جواب مثبت بده. اصلا شما خودتون جانم سرهنگ دختر دارین؟ من سرهنگ نیستم خانم. وارد حریم خصوصی هم نشین. این حریم خصوصی ما نیست. بله من و فرشته قول و قراری داشتیم، بینمون حرفایی بود، ولی فکر نمی‌کنین از نیما کینه به دل گرفته بود؟ شما پلیسید. من از کجا باید بدونم؟ اون وقتی که نیما از شما خواستگاری کرد، رفتار مشکوکی، چیز عجیبی تو سمیرا و نیما ندیدین؟ من بار خودم رو نمیتونم به دوش بکشم. چجوری به این همه آدم تهمت بزنم؟ فردای قیامت چجوری باید جواب اینا رو پس بدم؟ درسته. من و سیاوش با هم نامزدیمون رو به هم زدیم. ولی این دلیل نمیشه که من بگم سیاوش مقصره. نه انگار قرار نیست هیچ کدومتون همکاری کنیم مثل اینکه. جناب سرهنگ این چه حرفیه که میزنید؟ شما هر سوالی که پرسیدید ما جواب دادیم. بله شما جواب دادین، ولی از میزان ارتباط سمیرا و نیما نگفتین. چرا از خودشون نمیپرسی؟ شما فقط جواب سوالاتو بدین همین. فقط حواست باشه به این گوجه‌ها یه خط بنداز که چی بهتر بپزه. آماده است؟ بله استاد. البته از سیخای جوجه که چیزی نمونده. سرخپوستا بهش حمله کرد. محمد حواست است؟ محمد جان این بچه‌ها حواست باشه بی‌حالن. خواهی چی کار کنی؟ فواره! من قرار بودم فواره رو برم این کوها. من قرار بودم این کوها. مانی خودو دیگه مانی.
میشه خواهش کنم دستکش رو در بیاری؟ میشه خواهش دیگه بکنی؟ نه خیر. این به پرونده مربوط میشه یا حس کنجکاوی خودتونه؟ با پول میگیریم کنجکاو باشیم. باش. اگه لخ شدن دست من باعث میشه شما قاتلتون رو پیدا کنید، من میشته این من سکوت رو. من مشکلی با این مشکل ندارم. مادرزادیه. انگار یه تیکه هم من تو بهش جا مونده. یک و هشت. یک منم. هشت منم. من بعد از ازت سوال کنم. از ازدواجت با سفیده پشیمونی؟ بچه ها وارد حریم خصوصی هم دیگه نشه. حریم خصوصی نیست که اصلا، این بازی مزدش به همینه. هر که هر سوالی دلش میخواد میتونه بپرسه. شلوغش نکنی، شلوغش نکنی آقا. سپیده من روشنفکر از این حرفاست. عزیزم ببخشید دیگه، من مجبورم راستشو بگم. ولی فکر کنم که این تو بودی که پاشنه در خونه ما رو در آوردی. البته هر آدمی در شبانه روز 5 دقیقه مخش تعطیل میشه. احساس میکنم تو اون 5 دقیقه شما اومدی تو کادر من. حرف دهنتو بفهم. آقا من گفتم بازی که با هرسوجی شروع بشه آخری دو تلفات میذاره رو دست ما. بیخیال شین آقا، بدش دعواش میشه. ای بابا چرا نفس بد میزنی؟ اون شماره ها رو حذف کنید. 3 و 5. سه من هم استاد. داداش سخت نپرسی ها. باش نیما پوستشو بکن. بگو ببینم چند بار زیرای منو میشه بابا زدی ها؟ چی بگم دادا، کم نه. ای کلک. اگه تو زندگیش یه بار حرف راز زده باشه اونم همینه. زیرام زنی کنه جفتشون. منظور سوال عوض کن. باش پرگیری نکنی دیگه. ببینم داداش یه گلم، تا حالا دستت به خون آغشته شده یا نه؟ والا چی بگم، یه موقع تابستونه دماغم خون میاد. با نمک هم از داداشم آخه. خب اینا رو بیخیال. 6 و 2. حاضر. 6 منم. اوه چه شود. بگم. خب. بگم. بگو. نه بذار خودش بگه. یه سوال سمیرا، تو توی جمع کیو از همه بیشتر دوست داری ها؟ این بازی باشه. برید استراحت کنید. این بازی دیگه بازی دیگه. همه چی شبیه شوخی بزرگ بود. یه خواب. همش که شد شوخی که. یه شوخی که یه آه گذاشت دست هم. چند تا خانواده هم اسیر کرد. من خاک بر سر داره، اولین بار بود تو همچین مهمونیای پا میذاشتم آقای بازپرس. خوب فکر کن سیاوش، حرفا که تو اون فاله رد و بدل شد بهش خوب فکر کن، شاید یه چیزی دستگیرمون بشه. سرنخی چیزی. اوت اگه خوشبو نباشه که هیزومه. یه هیزم مضر توی زندگیت هست که باید ریشه‌کنش کنی. یعنی چی؟ یعنی اگه علف هرز رو نکنی ریشه خودتو خوش میکنه. یعنی به هم نمیرسی؟ آدم ها مثل چاپ عکس هم، بزرگ کنی کیفیتشون میاد پایین. اونی که دوستش داری محسن زیادی داره، فقط بلد نیست برات بمیره. باید بهش یاد بدی ای خواستی رو من حساب کن. این جمله آشنا نیست؟ چطور مگه؟ اینا رو شما تو فال قهوه گفتین به همسر سرکار خانم فرشته تبسم. درسته؟ مگه جناب سرنگ شما هم به فال قهوه اعتقاد دارید؟ من سرنگ نیستم خانم، سرگردم. بعدش همینجا فقط من سوال میکنم. ممکنه که مغز آلزایمر بگیره، ولی دل هرگز، به خصوص خیانت. میشه بیشتر توضیح بدی؟ خیلی زود تنها میشی. اونی که دوستش داری میره، یا میره یا میبرنش یا میبرنت. یعنی چی؟ یه غم خیلی بزرگی رو چهرت میشینه،
یه غم سیاه. خیلی هم دست و پا میزنی ولی نمیتونی کاری بکنی. هی سعی میکنی که فریاد بزنی صداتو بشنوه ولی هیچ که صداتو نمیشنوه. اگرم بشنوه نمیفهمن چی داری میگی. این که گفتین برو من حساب کن یعنی چی؟ به خدا من آزارم به مورچه‌ام نمیرسه، چه برسه که همه شواهد علیه شماست خانم. پس اعتراف کنین. من قبله عالم به سلامت باد بادا باد. من 3 ماه کرای خونه ام رو ندادم. اوه مای گاد. 3 تا بچه دانشجو دارم. اوه اونم دانشگاه آزاد. اوه یارانه ام رو هم نگرفتم. اوه اگر مرا بکشی نوه ام رو کی میبره شهر بازی؟ نوه ات را چه کسی به شهر بازی میبرم؟ اوه سوال جالبی است. نظمیه و بلدیه کار خود را بلدیه. بلدیه همون شهرداریه. آخه میدانی چی است؟ چی است؟ میدانی چی است؟ درختان کوچه ما هنوز آبیاری نشده اند. شهرداری کارش را بلد نیست. شهر بازی پیشکشش. او پیشکشش. او پسر یه سیزشتو. مرا نکش. ای دمام. مرا نکش. مرا نکش. نگیر. مرا نکش. زر نزن بمیر. نکش. او به حالت شیرجهی غزلالایی مردقت کردین؟ خب باشا. خوب بود بچه ها. نمره بده. از 10. خدایی تجدید شدی منفی. آره کلا منفی نداری. آقا من 1.5 میدم. 1.5 تو بازیش خوب بود. 10 بازیش خوب. مرسی 11.5 استاد خودم. چه جوری مسخره ای برقا. ابی ابراهیم شما این تو برقت کردی؟ آره. کارایی میکنه این آقا. شوخی خیلی مسخره‌ای بود. من شخصا حال نکردم بچه‌ها. خیلی هم خوب بود. من عاشق فیلم دستیار. تو چه جوری شدی؟ من نگران سفیده بودم، ترسیده بود. خب نیما نوبت خودت. ای واسه ما داستان کردین. حالا میخوام بازیگری ها بهتون نشون بدم. بفرم. قبلش سوال. از دزدیدن عشق مردم چی عادت میشه ها؟ اوه من توضیح میدم خدمتت. توضیح نمیخوام، دلیل میخوام. آقا اگه اجازه بدی برای توضیح بدم به مشغول من کار نداشته باشی. بچه‌ها میخوایم بازیگری رو با هم دیگه ببینیم. من قول میدم دیگه ماشین تو پنچر نکنم. سزای آدم خائن مرگ. نه نه بعد از شلیک گلوله چی کار کردیم؟ هممون شوکه شده بودیم. اصلا هیچ کس نمیدونست باید چی کار کنم اون لحظه. من فقط یه لحظه به فکرم رسید که به شما زنگ بزنم. نمیزنم. خدا بگو میشنوم. همه چی توی وزارت هم نوشتم. ببخشید شما؟ شما؟ من فرشته هستم. شما؟ منم شیطانم. شیطانین یا شیطان صداتون میکنه؟ ببخشید آخه اینجا اتاق منه. کسی بهتون نگفت؟ تا قبل از رفتن اتاق من بود. آها چه زود بخشیدنش. شما باید خانم سمیرا باشید. من فرشته تبسمم. خیلی خوشحالم از آشناییتون. نامزد سیاوشی؟ نامزد بودیم. اشکال نداره میتونین از اتاق استفاده کنین. من میرم یه جای دیگه. او دو چرا با هم دیگه میرفتن؟ از رو اجبار بود. خب نیما تنها کس مورد اعتماد پدرش بود.
سمیرام تن وکیل شرکت. قاعدتا اگه نمیخواستن مجبور بودم با هم برن دیگه. نیما کی از این خانم تبسم خواستگاری کرد؟ بعد برگشتن از مسافرت نیما یه جوری خیلی عجیبی شده بود. همش دعواش میشد. با مانی یه بار دعوا شد، با سمیرا دعوا کردن. بعدم یه بار تو شرکت حالش به هم خورد، مانی و فرشته با هم بردنش بیمارستان. بعد اونجا گفتم بینشون حرف افتاد. چه حرفی؟ تابلوه دیگه جناب سن، عروسی های حرفا دیگه. عکس العمل ها چطور بود؟ مثلا کی؟ پدرش، برادرش یا خود سمیرا؟ پدرش به نیما اعتماد داشت، با اینکه از مانی کوچیک‌تر بود ولی پدرش خیلی بهش ایمان داشت. بعد سمیرام که اصلا مدت شرکت نبود، بعدم که برگشت ناراحت به نظر نمی اومد. ببین من تو تکلیفم معلوم نشه از اینجا جمع نمیخورم. تو میخوای یقه کیو بگیری؟ اون نیمای نامردو. خب تو رو پارسا امضا کرده. پارسا هم تحت تاثیر حرفای نیماست دیگه. تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ پارسا حرف باباش هم گوش نمیده. آره پس حتما خواب نما شده که صبح بشه حکم اخراج منو گذاشته رو میز. خواب نما نشده، تو خودت زدی به خواب. نمیفهمم که تو یک ماه گذشته 100 تومن به شرکت ضرر زده. آها پس بگو کار خودته. الو سلام استاد، شرکتم. استاد قلم داره تو دهنم میاد بیرون. چشم استاد، فقط به خاطر شما. چشم خدافظ. بله قربون آقای افسر تشریف آوردن. بگو بیان تو. سلام علیکم. سلام علیکم، احوال شما؟ حال شما خوبه؟ خسته نباش، بفرمایید. با من امری داشتین؟ بفرمایید. حقیقتش خیلی وقتتون رو نمیگیرم، فقط میخواستم بپرسم که محمد اهل تهدید به مرگ کردن و شاخشون رو کشتن اینا بود؟ این چه حرفیه میزنید؟ اون همچی آدمی نیست، بخواد آدم بکشه؟ آها، اون خانمه چی؟ فضوله؟ منشیه؟ اونم اونجا بود؟ بله، اون که همیشه همه جا هست. البته تجربه خلاف اینو ثابت کرده. محمد کارشو از بچگی شروع کرده، همیشه از صفر شروع کردن خوب بلده، واسه همینم من پیشنهادش دادم به شرکت. شما خودتون معرفیش کردی؟ بله، یه مدتی بود که شرکت دنبال یه جوون لایق و خلاق میگشت. محمدم چون از دانشجوهای من بود، برای همین من معرفیش کردم. باور کن اگه این استاد پارتیش نبود کسی پهم باره این نمیکرد. نه چه فضولی، من فضولم؟ نه ولی هرسم میگیری آدم چولی من اینه. سلام خانم. بس که تلفن رو اشغال کردی؟ نه خانم، داشتم با شرکت ایران پیمان حرف میزدم. خانم این الان یه ماه حساباشون رو شارژ نمی کنن. اون چلمنی که میگفتی کیه؟ چیز سمیرا خانم مدیر عاملش دیگه. خانم شما گوش وایساده بودین؟ نه خیر، شما بلند بلند حرف میزدین. راحت حرف بزنین. راحتش اینه که من و پارسا پدر نیما با هم برادری. بله؟ البته ناتنی. در سن 12 سالگی من پدرم را دست دادم و مادرم با پدر پارسا ازدواج کرد. مرد خوبی نبود. همیشه میگفت که من از کجا بیارم نون این دوتا یتیم مونده رو بدم. ولی خب از حقم نگذریم. یه وقتایی محبتش گل میکرد و یه کارایی برامون انجام میداد. ولی در سن 14 سالگی خواهرم رو مجبور کرد با یه نامرد ازدواج کنه. بیچاره 40 ساله نشده بود که دق کرد و مرد. خدا رحمت کنه. منم وارد بازار کار شدم و یه کاری واسه خودم شروع کردم. در کنارش پام به کتاب و درس باز شد. الان سوال من اینه، تو دلتون از پارسا، از پدرش، از نیما کینه ای تو دلتون نمونده؟ دروغ چرا بگم؟ چرا؟ کینه دارم. ولی اون چیزی که تو ذهن شما میگذره من تو خوابم نمیتونم انجام بدم. اشتباه نکنید، من تو ذهنم چیزی رو به کسی نسبت ندادم. من دیگه نمیتونم بمونم، ببخشید. خواهش میکنم، سب کنید. من سوالاتم تمام نشده. ببخشید، من مکررن باید بهتون بگم. نه لازم نیست، ولی ما قرار گذاشتیم، نشست گذاشتیم که با هم دیگه حرف بزنیم. اجازه بدیم برای یه فرصت دیگه. آهان بله فهمیدم. دستشوی بله. با اجازه. دستشوی بله. بفرمی.
بدبختی من اینه که بی کس و کارم. ای بابا معلوم نیست تو چه خبره. سمیرا کو؟ سمیرا نوبت توی. بس کن چای شیرین. ببین منو قیافم شوخی کرده ها میخوره؟ باور کن میگن کارت دارن و مانی اون تو بود لهش کردن، هرچی کشیده بود پرید. از خواهرزاده خودش وقتی نمیذاره از من تو میخواد بگذره. پسر گل یزدی پور بگو الان نمیتونم درگیر این پرونده، همین که گفتم نمیتونم. شما چند وقت اون شرکت کار کردین؟ 3 سال. وقت رابطتون با نیما؟ مثل دوتا همکار. این همه سفر کاری تو سال سختتون نبود؟ من به کار سخت عادت دارم، تنها وکیل شرکت بودم، به ناچار اتفاق می افتاد. ولی اواخر خیلی حال مناسبی نداشتیم. بله. مقصد تمام این سفرها کاری بود دیگه. بله. سرود شما چرا از باغ خارج شدیم؟ کی به شما گفته؟ آیه افسلی ما سوال نمیخوایم، ما فقط جواب میخوایم. من نمیدونم راجع به چی صحبت میکنید. ببینیم ما وقتی برای بازی کردن نداریم، یا همه چیزی رو خودتون میگین یا تمام شاهده رو جمع میکنم اینجا تا بهتون یادآوری کنن که به دلایل شخصی من مریضم. مریضی شما هیچ مهم نیست برای ما، ما فقط میخوایم بدونیم اون روز چه اتفاقی افتاده. آخه این چه رابطه مستقیمی با ماجرا داره؟ من 2 ساله که بیماری تکرر ادرار دارم. چی؟ تکرر ادرار. میفهمم یعنی چی، ولی چه ارتباطی به موضوع مسئله پرونده داره؟ من اون روز که اومدم باغ متوجه شدم که پت بهداشتیم تموم شده و برای همین از باغ خارج شدم. دوست ندارم دانشجوام هم از این موضوع باخبر شن. جناب سروان میترسم وقتی بفهمن نظرشون راجع به من عوض شه. خیالتون راحت باشه. سپاسگزارم. خدا این وضع کی میخواد تموم شه؟ خسته شدیم بچه ها. آروم باشیم، حوصله همون سر رفت. چی سوال پیچ علکی؟ بابا ناسلام علی سرگو داییت ها. بابا چی میگی تو؟ هی داییت داییت اصلا چه ربطی داره؟ بابا بچه ها به خدا من تا حالا اینجا نیومدم، رفتیم تو من چی باید بگم؟ چیز دیگه ای میخوای بگی؟ باید حقیقت رو بگی. آره مثلا برم اون تو بگم اوه مادر، بهترین دوستم به خاطر بهترین رفیقم نامزدش رو اوه کش. خفه شو حرف دهتو بفهم. به شما خبرتونه؟ آسی کنار آقا، آسی کنار بیرم، بشین ببینم آقا، بشین ببینم. میشه فاطمه عزیزم میتونیم راجع بهش صحبت کنیم؟ بشین بفهمید. میشه فاطمه از زندگی من بکشی بیرون؟ یه آقایی هم همراهش بود که به ظاهر برادر صداش میکرد. شما قبلا دیده بودین برادرشو؟ نه من که قبلا به همه سوالات شما جواب دادم. تا پایان تحقیقاتم هی باید تشریف برین اینجا و سوالات من جواب بدین. بازم رفته بودین اون باغ؟ بله رفته بودیم، اما این اولین باری بود که برای تولد نیما میرفتیم اونجا. برنامه‌ش هم فرشته چیده بود. البته من از همون اولش به دعوت کردن سیاوش مخالف بودم. استرس داشتم چون سیاوش و فرشته اولین باری بود که بعد از جدایی همدیگر رو میدیدن. ولی خب سیاوش از همون اولش خیلی راحت برخورد کرد. بسیار خوب. چی بگم؟ سمیرا همیشه یکم عجیب و مغروره، یه همه اون عادت کردیم. اون شب هم مثل همیشه داشت تیکه میداخت، حرف میزد، مسخره میکرد. دیگه 2-3 ساعتی هم غیبش زد. سر این بازی راستگویی بودیم. راستگویی؟ یه بازی بود دیگه، بازی راستگویی که باید حتما توش راست بگی. سیاوش هم ازش پرسید که تو این جمع که الان هستیم کیو از همه بیشتر دوست داری؟ اونم گفت ایشکیو رفت. بعدش دوباره کی دیدنش؟ نمیدونم، بعد از بازی بود، بعد یه دفعه برقا رفت. آره درست تو شلیق، دقیقا تو شلیقی شلیک بود. چرا یه مدت بیمارستان بستری بود؟ سرکار اون موقع نمیدونم، میگفت تو هوا شده. واقعا؟ باور کنین راست میگم. حالا به ما که اینطوری گفت، ولی خب یه روزم که بیشتر تو بیمارستان نبود زودم مرخص شد.
تو نرفتی ازتش؟ نه. شما قرار بود استعفا بدین خانم صالحی. چرا این کارو نکردین؟ یکم فشار کارین زیاد بود. با استراحت حل شد. شما که گفتین به کار سخت عادت داری. ببینید خانم صالحی، شما 10 مورد سفر داشتید که 7 تاش بی مورد بوده کاملا، 3 تای آخرام که اصلا قراردادی تو کار نبوده. بعد از برگشت از سفر آخرتون رفتیم بیمارستان بستری شدیم، اونم بخش زنان و زایمان. بعد از شنیدن خبر نامزدی نیما و فرشته هم رفتین استعفاتون رو پس گرفتین. این شاید برای خیلی هم معنی نداشته باشه، ولی برای من خیلی معنی داره. معنیش هم اینه که شما با آقای نیما پارسا رابطه داشتین خانم. بعد از شنیدن خبر خیانت نیما، این که رفته با خانم توسل نامزد کرده، تصمیم گرفتین خودکشی کنین. بعد از نافرجام موندن تصمیمتون با خودتون فکر کردین چرا من خودم از بین ببرم؟ چرا خودم قربانی کنم؟ نیما که هست، گذاشتین سر دل فرصتی نقشه خوب واسه قربانی کردن نیما بکشین که کشیدین و واسه قتلی شدین. قصتون قشنگ بود ولی پر از اشتباه. شما درستش کنید. من با نیما رابطه داشتم، اما شرعی و رسمی، بیشتر از یک سال. زندگی قشنگی بود، فقط تا همین جاشو درست زدیم. حتی این سفرهای آخر رو با هم می‌رفتیم تا از این شلوغی دور شیم، تا یکم کنار هم باشیم به آرامش برسیم. ولی همه چیز بعد از سفر استانبول تغییر کرد. بهتری سمیرو جان. مگه بهزاد مرده که تو رو اینطوری ببینه؟ جون خودم سپیده گفت خیلی ناراحت شدم. بیا. البته بگم ها، سفر کردن زیاد این عواقبم داره. بهزاد. خب راست میگم دیگه. چی میشد یه بار میذاش ما به جاش بریم ترکیه؟ خب از این به بعد تو منی مهارو. زودتر از ما جا گرفتن. یعنی چی؟ فرشته و نیما نامزد کردن، نمیدونستی؟ چی؟ فرشته که تازه با سیاوش. حالا دیگه. بله خانم، مردم زرنگ شدن. بعد برگشتن از بیمارستان سمیرا میخواست استعفا بده. چرا؟ میگفت دیگه نمیکشه. خب چرا نداد؟ نمیدونم. ببین آدم بدبخ همینه. آقا جون خدا بیامرزم میگفت چاکن همیشه تره چاک. چیکار میکنی؟ خسته نشدی اینقدر فکر میزنی؟ به کارت برس. هر وقت اینجوری میخندی یعنی داری یه چیزی ازم قایم میکنی، ولی میدونی که نمیتونی. تو اصلا نمیتونی برای من بازی کنی. میخوای برات بازی کنم؟ نه دوست دارم خودت باشی، ولی گاهی اوقات دوست دارم من برات بازی کنم. یه سورپرایز برات. خب خوشحالم، من سورپرایز دوست دارم. چشام میبندم میشمونم، ولی امیدوارم بوش مثل بوی قبلی گلاب برود نباشه. برنده دیگه اصلا. بریم. یک دو نیم سه گو داری بابا میشه. اصلا شوخی قشنگی نیست. شوخی نکردم. این شوخی قشنگی نیست. بدبخت شدیم که. چی داری میگی؟ من جواب بابامو چی بدم؟ ها؟ سر زده اومد. خانم گفتم چای سبز برای آروم کردن ایشون خوبه. خانم گذاشت اینو، برو بیرون. ما آرومیم، برو بیرون. چشم. همین فردا از شرش خلاص میشه. معلوم است چی داری میگی؟ دقیقاً میفهمم چی دارم میگم، چون تو این شرایط اصلا صلاح نیست. من این کارو نمیکنم. این فردا میری سرش میکنی، فهمیدی؟ دو روزه بعد بچه رو سخت کردی، بدنم عفونت کرد،
مجبور شدم بستری بشم بیمارستان. دکترها گفتن جایی که این کارو کردی استریل نبوده. برای همین نمیتونم تا آخر عمرم بچه دارشم. از چرا استعفا تو پس گرفتی؟ استعفا دادم به خاطر اینکه داشتم دیوونه میشدم. نیما منو ول کرده رفته بود با یکی دیگه، ولی وقتی به خودم اومدم گفتم باید فراموشش کنم. با نقشه قتلشو کشیدی. اعتراف میکنم که از مرگش ناراحت نشدم، خوشحالم نشدم، با اینکه ازش متنفر بودم، ولی من نکشتمش. کشتن یه دل گنده میخواد. که تو داری کسی که میتونه دختر خودشو، پسر خودشو، بچه خودشو، پاره تن خودشو از بین ببره، حتما از کسی که کینه به دل داره خیلی راحت تر میگذره و از بین میبرتش. میدونم در مورد من چی فکر میکنی، ولی من قاتل نیستم. میخوام راجع به مانی بشنم. مانی؟ میدونه سیاتی یاد داشته؟ نیما اون اوائل یه چیزایی گفته بود، کلافه شده بود از دست گنگکاریوش که این باید صفش میکرد. خیلی تلاش میکرد که پدرش چیزی نفهمه، ولی من فکر میکنم پدرش کمابش یه چیزایی میدونست. میدونست و اقدامی نکرد؟ پارسا اصولا تو زندگی پسرش دخالت نمیکرد، لااقل در مورد مانی اینطوری بود. ولی خب نیما برادر بزرگترش بود، دوستش داشت، باش بزرگ شده. بسیار خوب. من قاتل نیستم. اگه جرأت کشتنشو داشتم هزار بار میکشتمش. بچه ها به من گفتن سمیرا بعد از قطع شدن برق از باغ رفته بیرون. دروغ چرا؟ من اونو ندیدم، اما استاد قایم میکرد. خیلی خوب، باشه استادو گفتی، چرا برق رو قطع کردی؟ عادت بد. آقا صد هزار بار به من گفت این کارو نکن ابراهیم، نکن این کارو. تا فهم کنم دزد اومده میپرم سراغ کنترل. کنترلم اینجاست. بیا بیا آقا ابراهیم بشین. نه کنترل خیلی خاص داریم، سپاس داریم. من دیدم کنترلتون اونجاست. شما ببینی سب تو پرونده. میدونم کنترلتون اونجاست، کنترل احتیاج ندارم، نوشتم تو پرونده. بگو چرا برقو قطع میکردی؟ عادت بعد عادت بدی هم نیست، همه عالی آبادی این کارو میکنن. چرا؟ میگن وقتی برقو قطع میکنی دزد اومده باشه، میفهمه اینجا سرایدار داره فرار میکنه. اونم قدیم بود میگفتن عادت بدی، الان عادت خوبیه. چرا؟ چون قدیم دوست کم بود، عادت بد بود. الان دوست زیاده، عادت خوب. عادت طبق دوران زمانی عوض میشه. باشه آقا ابراهیم، فقط یادت باشه اگه دروغ گفته باشی تو پرونده نوشتم برات دردسر میشه. به خدا قایم میکرد. کی؟ استاد. خیلی خب، بس استادو گفتی آقا ابراهیم. برو به کارت. دروغ نگفتم، قایم میکرد. باشه برو به کارت برس. ممنونم. الان کمک کردم من. بله خیلی زیاد. به پرونده. بله خیلی زیاد. بفرم. خیلی خوش اومدین آقای فهیمی. ممنونم. راستش اومدم در مورد پرونده پسرم ببینم چی میشه. داره روند طبیعیشو طی میکنه. حالا چی میشه؟ شما چرا؟ شما که میدونین. الان متاسفانه سیاوش متهم ردیف اوله به خاطر قتل. سیاوش اصلا مال این حرفا نیست. بله نیست، ولی با اسلحه یه نفر رو کشته، تو جمع هم این کارو کرده. کلی هم شاهد داره. کاریش نمیشه کرد. این حرفا نزنین آقای فهیمی. شما خیلی بهتر از من میدونین. خودتون قاضی بودین. بوروکراسی اداری این اتفاق رو میشناسید. حداقل سیستم قضایی مملکتمون رو خیلی بهتر از من میشناسید. باید مراحل خودش رو طی بکنه. بعدش هم سیاوش قتل کرده، به این سادگی ها نمیشه کاری کرد. این از عهده وظایف من خارجه. من یه پدرم، سالها پشت همین میز قضاوت کردم و طوری قضاوت کردم که تو دنیا و آخرت درست قضاوت بشه. حالا وضعم اینه. مادرش هم الان 3 روزی که لب به هیچی نزده. میفهمم. ولی اینجوری حرف نزنین آقای فهیمی. شما خیلی بهتر از من میدونی، خدا جای حق نشسته. اون تنها قاضیه که مولا درز قضاوتش نمیره. شک نکنی اگه سیاوش شما بیگناه باشه حتما همین روزها که به راحتش صادر میشه. حقیقت رو نمیبینیم یا چشمامون رو میبندیم، تقاس چی رو پس میدیم که زیر دار میخندیم. میگن بالای دار تنها جزای جرم و تقصیره،
یه وقتا با یه تصمیم امید از زندگی میره، حقیقت رو نمیبینی با این که رو به رو مونه، یقین کن بار کج هرگز رویش دوشی نمیمونه. قضاوت ساخت و پیچیده است، کنار شک نمیشینه، فقط حق ذات بی نقصه حقیقت ها رو میبینه. عذاب سخت و سنگینه صدای گریه مظلوم، یه وقتا عین هم نشان نگاه مجرم و معصوم. ده بگی بشین دیگه، سرم گیج رفت، هی مثل پاندول ساعت. برو بیا، برو بیا. آره دیگه، تو که خیالت راحته، دایی سرهنگه، اونم که باباش قاضیه. هیچی، فقط ما اینجا ولمتدیم. بدبخت برادر ملک گوشه سردخونه افتاده. میشه ساکت چی؟ چه خبر؟ باز چه خبره؟ یه بار ازدادتون تو مرمونه میفرستم تو مازاشگاه. حال شما هم سرگاه نشید. آقای فهیمی ولی دم اون بدبختی رو که به سرتو زد کش منم. محاله که از حق خودم بگذرم. آروم باشم آروم بودم، بچه تو آرومم کرد. آروم باش خواهرم، ایشون جای پدرتونه. بگذرم؟ از چی بگذرم؟ فکر نکن چون قاضی هستی میتونی حکم براحتشو بگیری، مگه که از روی جنازه من رد بشی؟ ارواح خاک مادرم بگذرم ازم. آقای فهیمی اگه اینم از حق شوهرش میگذرم، من از حق برادرم نمیگذرم. اینو یادت باشه. بیا قربان، من دارم میرم سمت شرکت فرشته و سمیرا. امیر ندارین شما؟ نه، دست خالی بر نگردی. خیالتون راحت باشه، بذاره دست کم نگیری. رضا از هاردشون حتما کپی بگی. اونم به چشم. بایزت. به سلام. من برای رسیدن به ثروت نیما احتیاج نداشتم که اونو بکشم. نیما نمیتونست بیشتر از من زنده باشه. یعنی چی؟ من و نیما اولین بار تو بیمارستان با هم آشنا شدیم. حالش بد شده بود، با مانی بردیمش بیمارستان. بله میدونم. پس حتما میدونیم برای چی برده بودیمش بیمارستان. شما بگی. نیما تو بهترین شرایط حد اکثر میتونست 6 ماه دیگه زنده باشه. اینو کی فهمیدی؟ 1 ماه پیش. وای چقدرم تند میره. آقای پارسا حالتون خوبه؟ چیزی احتیاج ندارین؟ خانم شما چیکار میکنین؟ اینجا بریم بیرون. ببخشید معذرت. سری. بهتری؟ چیزی نیست، خوب میشی. ببخشید خانم دکتر، عذرخواهی میکنم، چیزیشون شده؟ شما؟ من همراهشون هستم. آقای دکتر عزیزی به دارستانه. ازشون آزمایش گرفتیم، به احتمال 90% سرطان داره. سرطان داره؟ بله، به احتمال 90% سرطان خون داره. آروم باش عزیزم. فرشته بس دیگه. شرکت پدرم پول برداشتم، چون حقم بود، سهمم بود. ولی این چه ربطی به موضوع پرونده داره؟ ربط داره، چون اگه نیما موضوع رو به پدرتون میگفت، اون وقت شما دلیل داشتی که نیما رو سر به نیست کنین. سرکا شما چی دارین میگین؟ چرا نگفتی برادر سرطان داره؟ چون فکر نمیکردم موضوع مهمی باشه. موضوع مهمی نیست؟ اینکه برادر شما سرطان داره موضوع مهمی نیست؟ نه، وقتی به یه دلیل دیگه مرده. شما کتمان حقیقت کردی آقا، سرنخ انحرافی پلیس دادی، این یعنی دردسر. سرکا شما بخوا بگیم من به خاطر پول برادرمو کشتم؟ چرا فکر میکنی فرق میکنی با بقیه معتادا؟ بیا پرونده هاشون اینجاست، بیا نگاه کن به این یه معتاد به خاطر موادش، به خاطر پول موادش چیکارا نکرده؟ پسر بچه‌ش تیکه تیکه کرده، گوشواره از گوشت دختر بچه‌ش کشیده. چرا نکشیده هاشتو؟ سرکا من اعتیاد دارم، ولی قاتل نیستم، اونم قاتل تنها برادرم. به هر حال آقای محترم، شرکت پدر شما و هیئت مدیرش از شما شکایت کرده به خاطر خیانت در امانت. منم موظفم بازداشتت بکنم.
تو این پروسه زمانی هم سعی میکنم زودتر قاتل برادرتو پیدا کنم. حالا میتونی بیرون باشی. واسا. باز چیه؟ نیما میدونست تو به سمیر علاقه داری؟ نه هیچ کس نمیدونست، حتی خودش. این چه عشقیه که خود معشوقم خبر نداره؟ سرکا من حالم خوب نیست، بلم کنید بذارید برم. واسه خاطر عشقت پناه بردی به شیشه نه؟ برو بیرون، برو بیرون. خیلی هم از مرگ نیما ناراحت نشدی نه؟ بگم نه دروغ گفتم. وقتی آقا نیما کشته شده من هنوز صورتم هم اصلاح نکردم. نیما هوای منو خیلی داشت. برعکس مانی همیشه زور میگه، دعوا میکنه. روز قتل چیز مشکوکی ندیدی؟ نه، فقط خانم دو سه روز زودتر زنگ زد گفت باغو آماده کن واسه مهمونی. من رفتم استخر رو پر کردم، تانکر رو پر کردم، هیزم آوردم واسه منقل، کباب، زغال اینا. موتور چیه آب نمیداد نامرد، میگه نوبت آب شما گذشته. کلی التماسش کردم تا آب داد بیدونستم استخر و تانکر رو پر کنم. میگه با وایسین تا نوبتتون شه. همیشه اون اسلحه رو تو باغ نگه میداری؟ واسه آقاست، اسلحه شکاریه. اول تهران نگرش میداشت، بعد آوردش باغ. زمستونه که برف میومد میگرفتن شکار کپ. کپ که میدونیم برف میاد سرشون میکنه زیر برف. من میدونم کپ چیه. میرفتن شکار کبک، همیشه خودام دستخالی میومدن. منم طبق عادت یکی هم مرغا رو سر میبریدم، کباب میکردیم به نیت کبک میخوردن. الان دیگه خیلی ساله برف نمیاد، مرغا هم زیاد شدن خدا رو شد. بشین راحتم. بشین. نیما از اون اسلحه همیشه استفاده میکرد، بی حاشیه برام توضیح میدی. قصه دور و برش فاکتور بگیر. نیما از اون اسلحه استفاده میکرد یا نه؟ نیما اسلحه شکاریه؟ نه اصلا دستم بهش نمیزد. نمیدونم اون روز چی شده بود، همه عجیب غریب بودن. یعنی چی؟ چجوری بودن؟ همه با هم جنگ داشتن، میرفتن میومدن یه قیبشون میزد. کیا قیبشون میزد؟ نباشی. زنده باشی. نشستی؟ دود از دیتت میکنه. شما بفرم داخل. دست شما در نکنه. دکتر من نیستی. بفرم. دست شما در نکنه. آره. خسته نباشی. خسته نباشی. آره. برو تو. این دکتره یا این مدرک علکی داره واسه خودش. آره بهش میگن دکتر. علکی که نمیگه. تزریقاتی هم نداره. جنازه نیما رو که دیده بود رنگ به رخسارش نبود، رنگش رو دون مثل گچ، انگار جسد دیده، ترسیده بود. قدیم میگن آدمی آهی و دمی، نمیشه نمونده مردم قضاوت کرد. ولی چی؟ برعکس قیافش، حرفاش خیلی خوشگل. چرا چی میگفت مگه؟ چی؟ استاد دیگه من نمیگه خوشگل حرف میزد، چی میگفت؟ آه میگفت که آغاز زندگی تحوله نه تولد. خب قشنگه دیگه. من کنار منقل بودم. خب. با زغال رو دیوار نوشتم. خب سوختم. چرا؟ زغال روشن بود. ای بابا میگفت فکرتو عوض کن تا زندگیت عوض شه. اینم نوشتم اما نسوختم. زغال خاموش برداشت. یهو غیبش میزد. کجا میرفت؟ آدم فضولی نیستم، افوزولان بدم میاد. شاید میرفته فکرشو عوض کنه. منم برم. کجا بری؟ فکرمو عوض کنم. نه دقیقاً کی غیبش زد؟ اون موقع که بچه ها رفتن تیر بندازن. الان میتونی بری. کجا؟ من نمیخوای بری عوض کنی.
فکرم ها سلامت. ببین نترسی دیگه، من بچگی یاد گرفتم حتی از سایم هم بترسم، حتی رو سایم، حتی رو سایم. قربان فکر نمی کنم کار این بیچاره باشه. چرا؟ آخه دیوونه تر از این حرف هست. شاید خودش رو زده به دیوونگی، هر چیزی امکان داره. نه میری کل گذشتش رو برام در میاری، هر چی که بوده و نبوده، کل ناسیش، کجا بوده، چجوری به این خانواده معرفی شده. زود میخوام رضا. چشم چشمت بیبادا. کارایی میکنه این آقای شوخی دارد. خیلی مسخره بود، من شخصا حال نکردم بچه‌ها. نامردای بی معرفت. ای 200 نفر آدم اینجا، یه شام به من نمیرسه. از دزدیدن عشق مردم چی عایدت میشه ها؟ اوه من توضیح میدم خدمته. توضیح نمیخوام، دلیل میخوام. آقا اگه اجازه بدی برای توضیح بدم به مشغول من کار نداشته باشی. بچه ها میخوایم بازیگری رو با هم دیگه ببینیم. من قول میدم دیگه ماشین تو پنچر نکنم. سزای آدم خائن مرگ. نه من یه سری اطلاعات دارم که هیچ کدومش باعث نمیشه تو تبرئه بشی. من کسی رو نکشتم، باور کنید. باور من خیلی مهم نیست، خودت وکیلی میدونی، قاضی مدرک میخواد، فقط مدرک مهمه. تا کی باید اینجا بمونم؟ تا وقتی دادگاه تشکیل شه. کی تشکیل میشه؟ بعد از اتمام تحقیقاتمون. ببین سیاوش، بذار ذره باهات صادق باشم. تو قتل کردی، انگیزش هم داشتی، علاوه تر از اون اسلحه دست تو بوده، همه هم دیدم به سمت نیما نشونه رفتی، یعنی متهم قتل درجه یک. فکر کنم بدونی مجازاتت چیه. نه ولی من قاتل نیستم. اگه چیزی میدونی بهم بگی خیلی بهتره، زودتر میتونم پروندهتو جمع کنم. یعنی میخواین اعتراف کنم؟ قول میدم از قاضی برات تخفیف بگیرم به خاطر همکاریت. ولی من بیگناهم. باسم کمکت کنم. اسم اینو میذارین کمک؟ درستوشه چی میذاری؟ شما خانواده منو به خوبی میشناسین، پدر منو. من از بچگی تا یه مورچه رو نمیتونستم زیر پام له کنم، یه مرغ سر میبریدم فرار میکردم، الان میگین عزیزترین دوستم رو کشتم. رقیب عشقی رو جا انداختی. برگشتین سر خونه اولتون آقای بازپرس. اگه بیگناه باشی نیاز به کمک من نده. شما از من میخواین که من چی بهتون؟ هر دختری میتونه به هر کسی که دوست داره جواب مثبت بده. اصلا شما خودتون جانم سرهنگ دختر دارین؟ بله. من و فرشته قول و قراری داشتیم، بینمون حرفایی بود، ولی نشد. شما پلیس، من از کجا باید بزنم؟ من بار خودمو نمیتونم به دوش بکشم، چجوری به این همه آدم تهمت بزنم؟ فردای قیامت چجوری باید جواب اینا رو پس بدم؟ جناب سرهنگ این چه حرفیه که میزنید؟ شما هر سوالی که پرسیدید ما جواب دادیم. نیما تو بهترین شرایط حد اکثر میتونست 6 ماه دیگه زنده باشه. خانم تبسم، امروز خواستم بیاین اینجا چون اتفاقی افتاده که باید در جریان باشه. چی؟ قاتل همسرتون رو شناسایی کردی. سیاوشه؟
دوست داشتین سیاوش فهیمی پسر قاضی فهیمی قاتل معرفی بشه؟ قاتل معرفی بشه؟ من اصلا نمیفهمم شما چی دارین میگین. یعنی چرا انقدر دست دست میکنین؟ این همه شاهد و مدرک وجود داره. همه اونشب با چشمای خودشون دیدن که سیاوش به نیما شلیک کرد. شلیک مهم نیست خانم توسن. اون گلوله واقعی که تو اسلحه شکاری کار گذاشته بودن اون مهمه. یعنی چی؟ خدا بیامرزه مادر بزرگم. همیشه میگفت از این خاطره بد دوبار یاد نکن. تبدیل میشه به کینه. کینه هم بد دردیه. بچه که بودیم به عشق قصه های مادر بزرگ شب و صبح میکردیم. قصه ها رو میگن چون توش پند و اندرزه. نه واسه این که پلکام فقط سنگین شه موقعی خواب. این که میگم میخوام قصه بگم براتون. یه شهر دور افتاده بود با یه مادر که توش کشته شد. دو تا بچه یتیمش شبانه روز فکر انتقام قاتل مادرشون هی تو ذهن دلشون مرور میشد. انقدر که شده بود دغدغه تنهاییشون. انقدر که دیگه حتی تو روزای ابری هم از سایه خودشون میترسیدن. این جمله واسه تون آشنا نیست؟ این که مادر بزرگ شب و قصه میگن؟ نه، پسره درس خوند، ازدواج کرد، عشق به خانوادهش داشت، انتقام رو تو دلش کمرنگ میکرد. اما از اون طرف دختره به کوره کمرنگ کینه برادرش هیزم آتیش میداد. شب و روز ثانیه هاشو شمر تا رسیدن روز موعود، تا رسیدن لحظه ای که انتقام بگیره از قاضی که حکم قصاص نداده بود برای قاتل مادرشون چون مدرکی نداشت. خون خونشو میخورد، پس باید از قاضی انتقام میگرفت. چیزی تو دستش نبود، رفت سراغ پسر قاضی، پسری که شکست عشقی هم بهش علاقه شده بود. دستور کار این بود حالا با یک عشق یگانه که بهش خیانت کرده، از پسر قاضی، از خود قاضی، پس با یه تیر باید چند هدف رو نشونه میرفت. فکر بد کن متوسط. اول مسافر ذهنه، بعد مهمون، دست آخرم صابخونه. درست نمیگم خانم توسط؟ شما دختر رو میشناسین نه؟ نمیشناسین؟ شما خودتون رو نمیشناسین؟ اشکالی نداره، ولی فکر کنم اون فیلسوفی که خودشو به خنگی زده، ابراهیم، برادرتون رو خوب بشناسین. همچنین قاضی فهیمی رو، پدر سیاوش فهیمی. خانم فرشته توسن، نمیخواین حرف بزنی؟ متاسفم خانم، خیلی متاسفم. نظرتون راجع به نمایشنامه چی بود؟ واقعا خسته نباشید، خیلی آشغال بود. آقا این چه نمایشنامه یه اولش زرد زدیم منو کشین، همش بچه‌ها بازی داشتن. نیما جان در رابطه با کم و زیاد بودن نقشا بعداً حرف می‌زنیم. امروز اومدیم با بچه‌ها نقد محتوایی. بچه‌ها من یه سوژه دارم راجع به اعتیاد بگم؟ لازم نیست. بگو ببینم سیاوش چی می‌خواستی بگی. والا تو اومدی توی داستانت قانون و مقررات قوه قضاییه رو زیر سوال بردی. به نظرم این یأس و ناامیدی رو تو جامعه زیاد می‌کنه فرشته. یعنی چی؟ می‌خواد بگه قانون باعث بدبختی این خانواده است. چه ربطی به قانون داره؟ به نظر من که این نگاه کاملا شخصیه. اگه پدر عجله نمی کرد قشنگ خود قانون حقشو می گرفت. آقا من اسم بگم؟ بگو. کلا با سوژه انتقام و اینا نیستم. اسم میکنم نطفه کینه توزی رو داریم تو دل مردم بارور می‌داریم. خب انتقام هم یکی از تمای قصه است دیگه، چه ربطی داره؟ اگه انتقام نباشه کسا نمیشه قصه ساخت. من منظور نیما رو فهمیدم. بچه من خودم شخصا اصلا ترویج این نگاه دوست ندارم، به خاطر اینکه یه جور وصل ناامیدی رو تو جامعه رشد میده. ای بابا اینجوری که اصلا نمیشه قصه ساخت. چرا نمیشه قصه ساخت؟ تو اومدی به خاطر حکم یه قاضی اونو داری میکشی. این یعنی چی؟ توی هر پرونده میتونیم یه بازنده داشته باشیم فرشته.
اگه بازنده بخواد از قاضی انتقام بگیره که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. آره راست میگه، اینم هستم. منم اصلا با بگوش بگوش حال نمیکنم. این چه وضعشه بابا؟ از صبح اخبار خارجی همش داره در مورد قتل و غارت صحبت میکنه. آقا موافقی یه نمایش کمدی بسازیم؟ آره. من تمایل طنز دارم. داستان محتوایی کار کنیم بچه ها. من شادی رو هستم. آقا اینا هم قصه اش که همه رو هست. بچه ها این قصه اش سپیده نیا کن. قصه این سرگذشت یه زنیه که سیرابی اصلا نداره. شوهرش از صبح تا شب داره کار میکنه، پول در میاره، میدینی میخوره، همش هم قر میزن. والا یه کیلو چاغ هم نمیشه. بچه کجا رفتی؟ بابا ما داریم گل لگد میکنیم. داستان خیلی قشنگه. همشون رفتن. همشون. بچه ها برگردیم، من یه داستان دارم در رابطه با کودکان کار، مجوزش هم گرفتم، با هم دیگه میسازیمش، هیچ مشکلی هم نداره. برگردیم.